و سازمان حفاظت از حریم خصوصی کالیفرنیا اعلام کرد که در حال بررسی راهکارهای حفظ حریم خصوصی از سوی سازندگان خودروها بر روی تولیداتشونه. این اولین اقدام اجرایی این سازمان در این راستاست. همکارم امیر گیتی از شهر لس آنجلس با ماست. امیر، این سازمان دقیقاً قصد داره چه مسائلی رو مورد بررسی قرار بده؟ مهتاب، مجوز شروع به فعالیت خود این سازمان جدید التأسیس در کالیفرنیا از اول ماه ژوئیه آغاز شده و اجازه فعالیت پیدا کرده. تازه دارن نیروهای خودشون رو استخدام میکنن، اما این اولین اقدامشون است. چرا؟ چون به گفته آقای اشکان سلطانی که مدیر اجرایی این سازمان هستش در کالیفرنیا، خودروهای جدید و نسل جدید مثل کامپیوترهایی هستن که روی چهار چرخ دارن راه میرن. همه ما وقتی که سوار بر این خودروهای جدید میشیم، اولین کاری که میکنیم گوشیهای موبایل خودمون رو وصل میکنیم، تمام اطلاعات تماس، تمام تکست مسیج ها، تمام اون اینفورمیشن ها و دیتا هایی که داخل گوشیمون هست اجازه میدیم که منتقل پیدا بکنه به داخل این دستگاه های کامپیوتری. نمونه مشابهش اتفاقی بود که در مورد تسلا افتاد. تسلا دوربین های اطراف ماشین، چه در داخل و چه در بیرون ماشین، تصاویر رو ضبط کرده بودن. بعد کارمندان منتسب به تسلا این تصاویر رو پخش کردن در شبکه های مختلف شما که سراسر بسیاری از سیاستمدار رو هم در آورده بود در اون لحظه. بنابراین این اقدامات مبنی بر این هستش که حفاظت بشه از داده هایی که چه در داده هایی که هستش که از طریق جی پی اس به حال نقطه گذاری مکان هایی که مردم با ماشین های خودشون میرن، اطلاعات تماسی خودشون، اطلاعات تکست های خودشون و موقعیت های مکانی خودشون هستش، چه دوربین هایی که در داخل و خارج ماشین هستش، اینا تصاویر رو مرتب دارن ضبط میکنن و مشخص نیستش که چه کسانی این تصاویر رو در اختیار خواهند داشت. مشابه شکایتی که از تسلا بود از شرکت خودروسازی فورد هم چند وقت گذشته انجام شده بود. شرکت های بیمه ای مختلف الان دارن تشویق میکنن شرکت های خودروسازی رو که در داخل کابین خودروها دوربین هایی رو قرار بدن که بلخ مثل یک جعبه سیاه تصاویر رو ضبط بکنه و در موقعی که به هر حال تصادف بسیار مهمی رخ میده اونها بتونن استفاده کنن. همه اینها نگرانی هایی است که ممکن اطلاعاتی که صحبت هایی که به هر حال زده میشه و در داخل کابین خودرو است، اینها در اختیار کسانی قرار بگیره که نباید قرار بگیره.